حکمتیار حکومت طرح روشن و اراده ایجاد اجماع در روند صلح را ندارد. به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال اینفو خوش آمدید. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و یک تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در گفتگوی ویژه با آریانا نیوز از نشست پسین میان افغانها در دوحه استقبال می کند. اما هشدار می دهد که به برنامه بودن حکومت در روند صلح با دوام جنگ منجر خواهد شد. آقای حکمتیار تاکید می ورزد که اگر در انتخابات ریاست جمهوری شفافیت کامل وجود نداشته باشد در برابر حکومت استادگی خواهند کرد. آقای حکمتیار می گوید هنوز دولت طرح واضح و مشخص در مورد صلح ندارد. شما اگر از هر مسئول دولت بپرسید جواب واضح را پیدا کردن نمی توانید که موقفشان چی است که همه آن را بپذیرد و متاسفانه هیئت ممثل همه افراد دولت و خارج از دولت هم به وجود نیامده است. در همین حال آقای حکمتیار خروج نظامیان خارجی از افغانستان، آتش بس، تعدیل قانون اساسی و ایجاد حکومت موقت در تلاش های صلح را مورد جدی قابل بحث می داند. از همین رو می گوید انتخابات نباید قربانی تلاش های صلح شود. آقای حکمتیار می افزاید تا زمانی که همه طرف ها به صلح توافق نکنند و این را به عنوان یگانه راه مشروع رسیدن به قدرت قبول نکنند، ممکن نیست ما به صلح واقعی برسیم. از سوی هم رهبر حزب اسلامی تاکید دارد که محروم شدن مهاجران افغان در کشورهای دیگر، مداخله نیروهای خارجی و تقلب در انتخابات پذیرفتنی نخواهند بود. آقای حکمتیار می گوید اگر این شرایط پذیرفته نشود ما در برابر انتخابات تحمیلی جلی و پر از تقلب که از بیرون تحمیل می شود و تصمیم هم در مورد انتخابات خارجی ها می گیرد، ما این نوع انتخابات را نمی پذیریم و در برابرش استاده می شود. هرچند ارگ تا حال در واکنش به این گفته های حکمتیار اظهار نظر نکرده است، اما پیش از این رئیس جمهور غنی گفته است که انتخابات ریاست جمهوری قربانی تلاش های صلح نخواهد شد و در زمان تعیین شده آن برگزار خواهد شد. تشکر از توجهتان. تا ویدیوی دیگر، بدرود.